به نام خدا و با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز و گرامی، دکتر امام قریشی هستم و در این جلسه در مورد داروهای آنتی دپرسانت و مود استابلایزینگ ایجنت صحبت خواهم کرد و به عنوان مرجع میتونید از کتاب بیسیک ان کلینیکال فارماکولوژی نویسنده کاتسونگ چاپ 2018 فصل 29 و 30 استفاده بفرمایید. ضمناً درسنامه‌ای در این رابطه در سایت گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی قرار گرفته که میتونید مطالعه بفرمایید و مبنای ارزیابی نهایی من مطالبی هست که در کلاس صحبت میکنم و مطالبی که در درسنامه موجود هستش. دستجات دارویی که امروز راجع بهشون صحبت خواهیم کرد در درمان یک سری اختلالات روانپزشکی تحت عنوان Major Affective Disorders که اختلالات خلق و خوی هستند استفاده میشن. یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خلق و خوی Major Depressive Disorder یا Depression یا همون افسردگی هستش که در این حالت بیمار یک یا چندین اپیزود از افسردگی رو در طول زندگی خودش تجربه خواهد کرد. بیماری دیگه خلق و خوی که میتونیم ازش نام ببریم بیماری بایپولار افکتیو دیس اوردر هست یا بیماری روانی دو قطبی که در این حالت بیمار دو فاز خلق و خوی رو تجربه میکنه. گاهی اوقات حالت‌های دپرست یا افسردگی رو داره و در بعضی مواقع دیگه حالت‌های منیک یا شیدایی رو تجربه می‌کنه. یعنی مودش دو تا قطب داره، در یک قطب حالت دپرشن هست و در قطب دیگه حالت‌های منیک هستش که تفاوت در واقع بیماری میجر دپرسیو دیس اوردر با بیماران بایپولار در همین هستش که در بیماری دپرشن فقط افسردگی رو بیماری تجربه می‌کنه، ولی در حالت بایپولار بیمار هم حالت‌های منیک و هم دپرشن رو میتونه تجربه بکنه. ولی در فاز افسردگی بیماران بایپولار دقیقا همون علائمی رو نشون میدن که بیماران دپرس یا افسرده دارن، ولی در حالت‌های منیکشون دیگه علائم متفاوته که یه اشاره کوچکی به این علائم افسردگی و حالت‌های منیک در اسلاید بعدی خواهم کرد. و اما علائم دپرشن چی هستش و با چه علائمی تشخیص داده میشه؟ مهمترین علامت دپرشن دپرس مود یا خلق و خوی افسرده هستش به همراه از دست دادن لذت و علاقمندی در انجام فعالیت ها، یعنی فعالیت هایی که به صورت نرم افراد انجام میدن و از اون میتونن لذت ببرن و این حالت رو از دست میدن، یعنی هیچ گونه علاقه به انجام دادن اونها ندارن و اگر هم انجام بدن اون لذت رو ازش نخواهند برد. این دو علامت اصلی افسردگیه که حتما باید حضور داشته باشه تا بگیم یک فردی افسرده هستش. اما در کنار این علائم دیگه‌ای که فرد افسرده تجربه میکنه میتونه به صورت‌های مختلفی باشه، یعنی بیماران چندین علائم دیگه هم همراه این دو علامت اصلی داشته باشن. از جمله این علائم میتونیم روی اشتهای فرد صحبت بکنیم. بعضی از افراد دچار کم اشتهایی میشن و باعث کاهش وزن میشه، در حالی که بعضی از افراد دیگه ممکنه افزایش اشتها رو داشته باشن، پرخوری و افزایش وزن رو تجربه کنن. در مورد خواب هم میتونن بعضیا به صورت اینسومنیاس یا بیخوابی و بعضی دیگه دچار پرخوابی هستن. از علائم دیگه افسردگی حالت‌های خستگی، نداشتن انرژی هستش که این افراد علاقه یا حال و حوصله و انرژی برای انجام فعالیت‌ها رو در خودشون نمی‌بینن. احساس بی‌ارزش بودن، احساس گناه از علائم دیگه بیماری افسردگی هستش، ضمن اینکه در این افراد توانایی در فکر کردن، تمرکز و تصمیم گیری رو از دست میدن یا کاهش پیدا میکنه. در افرادی که دچار افسردگی هستن اگر افسردگی ادامه پیدا بکنه میتونه با شروع افکار خودکشی همراه بشه که در ابتدا فقط در حد ایده هستش و بعد میتونه به تدریج به طراحی
خودکشی و نهایتاً اقدام به خودکشی باشه که حدود 20 تا 25 درصد افرادی که افسرده هستند از طریق خودکشی هستش که از بین می روند. البته این علائمی رو که نام بردم و ممکنه که همه ما هر از گاهی در زندگیمون این علائم رو تجربه کنیم، به معنی اینکه افسرده هستیم نخواهد بود، مگر اینکه علائم طولانی مدت باشه. یعنی برای که بخوایم تشخیص افسردگی بدیم، حضور این علائم حداقل به صورت 2 هفته پشت سر هم باید باشه تا مشکوک به افسردگی بشیم، وگرنه حالتهایی که ممکنه افراد 2 روز 3 روز این مسائل رو تجربه بکنن و بعد از بین بره، به عنوان بیماری افسردگی محسوب نمیشه. و اما در حالتهای منیک در بیماران بایپولار، اینها حالت یوفوریک مود رو دارن، یعنی برخلاف حالت دپرشن که مود فرد پایین هستش، اینجا از مود خیلی بالایی برخوردار هستن، حالت شادمانی و سرخوشی بیش از اندازه و کاذب رو تجربه می کنن. در کنار حالت‌های یوفوریک مود، از علائم دیگه در بیماران بایپولار حالت ایریتبلیتی هستش که در واقع همون زودرنجی و کج خلقی هست. فرد حساسیت بیش از اندازه داره و نسبت به محرک‌ها واکنش‌های بیش از حد ایجاد می‌کنه. از علائم دیگه در حالت‌های منیک گراندیوزیتی هستش که در واقع یک حس غیر واقعی از برتر بودن، غرور بیش از اندازه هستش. به عبارت دیگه فرد احساس میکنه که یه فرد یونیک و منحصر به فردیه، از بقیه برتر و بهتر هستش که یکی از علائم مشخصه در بیماران منیک هستش. از علائم دیگه حالت بیخوابی هست. معمولا اینها خیلی بیقرار هستن و احتنیاز کمتری به خواب احساس میکنن. پرشر تو کیپ تاکینگ، در واقع یه احساس یا نیاز اجباری برای صحبت کردن رو در خودش فرد میبینن. گاهی اوقات ما ممکن هستش مثلا از یه خبر خوبی هیجان زده باشیم و دوست داشته باشیم که صحبت بکنیم در موردش با افراد مختلف، ولی در مورد بیماران بایپولار در فاز منیک یک نیاز اجباری هستش که باید مرتب صحبت بکنن، حالت تاکتیف هستن، صحبت سریع به صورت سریع پشت سر هم در حال صحبت کردن خواهند بود. مسئله ریسینگ تاوتس یا افکاری که با هم در حال مسابقه دادن هستند، منظور توالی سریع افکار هستش. یعنی توی ذهن فرد مرتب یه افکاری، حالا ممکنه به صورت مرتب مکرر یا به صورت افکار مختلف، مرتب تو ذهن فرد خیلی سریع حرکت میکنه و نمیتونه فرد اون رو ساکتش بکنه و این باعث میشه که هم سریع خیلی از سریع صحبت کنن و معمول از یه موضوعی به موضوع دیگه جامپ میکنن، میپرن از یه موضوع به موضوع دیگه، که این خودش نشونه ریسینگ تاوتس هستش. عدم توانایی در کانسنتریشن یا تمرکز کردن، خیلی سریع دیسترکت میشن به وسیله چیزهای مختلف، خیلی سریع حواسشون پرت میشه و تمرکزشون رو از دست میدهن. اینا از علائمی هستش که در بیماران منیک اتفاق میفته و معمولا به اندازه کافی شدید هستش که بتونه در روابط فرد با دیگران و با فامیل و خانوادش اختلال ایجاد بکنه. و اما میپردازیم به بحث داروهای آنتی دپرسانت یا داروهای ضد افسردگی که کاربرد اصلیشون برای درمان افسردگی یا دپرشن هست، ولی کاربردهای درمانی دیگه هم دارن که فعلا در این جلسه مورد بحث ما نخواهد بود. در مورد داروهای آنتی دپرسانت ابتدا میپردازیم به طبقه بندی دستجات دارویی آنتی دپرسانت ها و بعد از اون یک سری نکات مشترک و اختلافات این دستجات رو به صورت خلاصه مرور خواهیم کرد و در نهایت میپردازیم به هر کدام از این دستجات دارویی و با اسامی داروهای هر کدام از این دستجات و عوارض جانبیشون آشنا خواهیم شد.
داروهای آنتی دپرسانت را تقسیم بندی می‌کنیم به دستجات مختلفی شامل داروهای ترای سایکلیک آنتی دپرسانت یا داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای با علامت اختصاری TCA. دسته دیگه مهار کننده های آنزیم مونو آمینو اکسیدیز یا ماو اینهیبیتورز و دسته سوم سلکتیف سروتونین ریابتیک اینهیبیتورز، مهار کننده های بازجذب انتخابی سروتونین با علامت اختصاری SSRIs و دسته آخر سلکتیف سروتونین نور اپینفرین ریابتیک اینهیبیتورز یا مهار کننده های بازجذب انتخابی سروتونین و نور اپینفرین با علامت اختصاری SNRIs. از بین این دستجات دارویی دو دسته اول جزء قدیمی ترین داروهای ضد افسردگی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند و دو دسته آخر یعنی SSRIs و SNRIs داروهای جدیدتری هستند. در حال حاضر پرمصرف ترین دستجات داروهای آنتی دپرسانت در ایران داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و SSRIs هستند که راجع بهشون صحبت خواهیم کرد. در مورد SNRIs تعداد محدودی از این داروها در ایران موجوده، هنوز مصرف گسترده ای ندارم، ولی بهشون در بحث یا واحد درسی کلینیکال فارماکولوژی که در دوره اکسترنی ارائه خواهد شد در اونجا بهشون میپردازیم. و ما اینهیبیتورها که در حال حاضر آخرین خط درمانی در درمان افسردگی هستند که در همین جلسه به اونها اشاره خواهیم کرد و بیان میشه که به چه دلیل به عنوان خط آخر درمانی در درمان افسردگی مطرح هستند و مصرفشون محدودیت هایی داره، مصرف گسترده ای برای درمان افسردگی ندارن. قبل از اینکه بپردازیم به دستجات مختلف داروهای ضد افسردگی، ابتدا مروری داشته باشیم بر روی نقاط مشترک یا تفاوت‌های این دستجات دارویی. در ابتدا سوالی که مطرح هستش این که این داروها با چه مکانیزمی اثرات ضد افسردگی ایجاد می‌کنن و باعث میشن که علائم افسردگی در فرد از بین بره. اگر بخوایم به صورت خیلی خلاصه صحبت بکنیم، در واقع آنکلیر یا نامشخص هست. تحقیقات زیادی در خصوص مکانیزم اثر داروهای ضد افسردگی صورت گرفته و اولین نتایج تحقیقاتی نشونگر این هستش که این داروها بر روی سیستم‌های نوروترانسمیتری تأثیراتی رو ایجاد می‌کنن، به خصوص در روی دو سیستم نوروترانسمیتر نور اپینفرین و سروتونین، ممکنه در سطح متابولیسم ریابتیک یا در سطح رسپتور این سیستم ها تأثیر گذار باشن. ولی این مکانیزم ها یا این اثرات داروهای ضد افسردگی بر روی این سیستم های نوروترانسمیتری به عنوان مکانیزم اصلیشون برای برطرف کردن علائم افسردگی مطرح نیستن و ثابت نشده، به دلیل حالا صحبتی که در اسلاید بعدی خواهم کرد و بهش اشاره خواهم کرد. و تحقیقات همچنان ادامه داره و آخرین صحبت‌هایی که در رابطه با مکانیزم عمل اینها مطرح هستش در سطح BDNF که یک نوروتروفاکتور هستش و میگن که داروهای ضد افسردگی میتونن باعث افزایش این فاکتور بشن که فاکتور رشد هستش در مغز، نوروتروفیک فاکتور هستش. ولی باز هم به صورت قطعی هنوز این مسئله به عنوان مکانیزم نهایی داروهای ضد افسردگی پذیرفته نشده. بنابراین در جمع‌بندی کلی در مورد تمام دستجات داروهای ضد افسردگی، مکانیزم عملشون برای برطرف کردن علائم افسردگی نامشخص هست، هرچند که در روی سیستم‌های نوروترانسمیتری نور اپینفرین و سروتونین عمل می‌کنن. یکی دیگه از مواردی که در مورد داروهای آنتی دپرسانت تمام دستجات دارویش مشابه هم دیگه هستش، زمان شروع اثر بخشی دارو هستش که در مصرف داروهای ضد افسردگی برای اینکه علائم افسردگی از بین بره و فرد بهبود پیدا کنه چندین هفته نیاز هستش که
فرد دارو رو به صورت منظم مورد استفاده قرار بگیره تا اثرات درمانی دارو ظاهر بشه. به عبارت دیگه داروهای ضد افسردگی اثر فوری ندارن، به این معنی که با همون اولین سینگل دوزی که دارو رو مصرف میکنن اثرات بهبودی مشاهده بشه. معمولا حداقل 2 هفته باید از مصرف داروهای ضد افسردگی بگذره تا اولین علائم بهبود رو بیمار مشاهده بکنه، و برای اینکه ماکسیمم اثر بخشی دارو به دست بیاد معمولا بین 6 تا 8 هفته نیاز به مصرف مداوم دارو هستش. و این در واقع همون علتی هستش که صحبت کردیم، تأثیری که داروهای ضد افسردگی بر روی سیستم های نوروترانسمیتری دارن نمیتونه اثر نهایی یا مکانیزم نهایی این داروها برای برطرف کردن علائم افسردگی باشه. از اونجایی که اثرات این داروها بر روی سیستم های نوروترانسمیتری یعنی ری آپتیک یا متابولیسم و غیره اثر فوری هست، در همون اولین سینگل دوزی که فرد مصرف میکنه اثر روی سیستم نوروترانسمیتری اتفاق میفته، ولی ما اثر فوری درمانی نداریم و به نظر میرسه که بایستی که چندین هفته که بگذره یک اتفاقات دیگه‌ای در سیستم عصبی مرکزی به دنبال اون تغییر در ریابتیک نوروترانسمیتر یا متابولیسم نوروترانسمیتر بیفته تا نهایتاً منجر به برطرف شدن علائم افسردگی بشه. بنابراین ما هیچ داروی ضد افسردگی نداریم که اثر فوری داشته باشه و تمامشون برای اثر بخشی نیاز به چندین هفته مصرف مداوم دارند. نکته قابل توجه دیگه‌ای که در مورد داروهای ضد افسردگی باید بهش اشاره بشه این است که تفاوتی از نظر کلینیکال افیکیسی یا اثر بخشی بالینی بین این دستجات دارویی وجود نداره و درصد افراد افسردگی که به هر کدام از این دستجات دارویی پاسخ درمانی میدن مشابه هستش. در بین افراد افسرده اختلافات فردی در پاسخگویی به این داروها وجود داره، به این معنی که یک فرد افسرده ممکنه به ترایساکلیک ها خوب جواب بده، فرد دیگه به SSRI خوب جواب بده و یک بیمار افسرده دیگه به ماو اینهیبیتور خوب جواب بده. اگر تمام افرادی رو که به هر کدوم از این دستجات دارویی پاسخ میدن در روی هم قرار بدیم، درصد افراد ریسپاندر یا پاسخ دهنده در تمام این دستجات دارویی یا بین این دستجات دارویی یکسان هست و به همین دلیل ما میگیم که از نظر اثر بخشی بالینی تفاوتی بین اونها وجود نداره و نمیتونیم بگیم که یک دسته دارویی بر دسته دیگر از نظر اثر بخشی بالینی ارجحیت داره. اینکه بیمار کدوم دارو براش انتخاب بشه و به کدوم دارو بهتر پاسخ میده، در واقع قبل از شروع درمان ما این رو نمیتونیم تعیین بکنیم. راهی برای اینکه مشخص بشه بیمار از قبل به کدوم یک از این دستجات دارویی پاسخ درمانی میده در حال حاضر موجود نی و انتخاب ها بر اساس ترایال اند ارور هست، یعنی آزمون و خطا. پزشک از یک دسته دارویی دارویی رو انتخاب میکنه، به بیمار تجویز میشه. اگر بیمار به اون دسته دارویی خوب جواب داد، به اون داروی انتخابی دارو ادامه پیدا میکنه. اگر که پاسخ درمانی مناسب به دست نیومد، باید دارو قطع بشه و یک دارو از دسته دیگه دارویی مورد آزمون قرار بگیره. و اما مهمترین اختلاف دستجات داروهای ضد افسردگی طیف عوارض جانبی و تداخلات دارویی اونها هستش که میتونه به عنوان یک معیاری برای انتخاب دارو در مرحله آزمون و خطا قرار بگیره. به این معنی که پزشک میتونه
در انتخاب داروی اولیه برای آزمون کردن به طیف عوارض جانبی و تداخلات دارویی دستجات مختلف نگاه داشته باشه و با در نظر گرفتن اونها و وضعیت مدیکال کاندیشن بیمار، آیا بیماری های دیگه بیمار داره، آیا داروهای دیگه مصرف میکنه یا نه، اولین دارو رو برای آزمون کردن انتخاب بکنه. بنابراین با توجه به این که طیف عوارض جانبی دستجات دارویی و همچنین تداخلات دارویی اونها به عنوان معیار انتخاب یا سلکشن داروهای ضد افسردگی هستش، از اسلایدهای بعدی من میپردازم به هر کدوم از دستجات دارویی، با اسامی داروهای هر دسته دارویی آشنا میشید و همچنین عوارض جانبی و تداخلات دارویی اونها. اولین دسته داروی ضد افسردگی که به اون میپردازیم داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای یا تری سایکلیک آنتی دپرسنت ها هستند. اینها از قدیمی ترین داروهای ضد افسردگی هستند که در بازارهای دارویی وجود داشتند و هنوز هم پرمصرف هستند. علت نامگذاری این دسته دارویی به دلیل ساختار شیمیاییشون هست که همون جور که در اسلاید ملاحظه می‌فرمایید در ساختار شیمیایی اونها سه تا حلقه به کار رفته و به همین دلیل بهشون میگن تری سایکلیک یا سه حلقه ای. از داروهای این گروه نمونه هایش رو بخوایم نام ببریم، ایمیپرامین، دزیپرامین، کلومیپرامین، آمیتریپتیلین، نورتریپتیلین و دوکسپین هستند. از نظر خصوصیت فارماکولوژیک ضد افسردگی های سه حلقه ای، تأثیری که بر روی سیستم نوروترانسمیتری دارن میتونن جلوی ریابتیک نور اپینفرین و سروتونین رو در انتهای رشته های پیش سیناپسی بگیرن. میدونید که مرحله بازجذب یا ریابتیک مهمترین مرحله خاتمه اثر این نوروترانسمیتر ها هستش و زمانی که این داروها جلوی ریابتیک یا بازجذب نوروترانسمیتر رو در انتهای رشته پیش سیناپسی میگیرن باعث میشه که میزان اینها در فضای سیناپسی افزایش پیدا کنه و عملکرد این سیستم های نوروترانسمیتری افزایش پیدا بکنه. همونجور که قبلا اشاره کردم این اثر اولیه داروهای ضد افسردگی بر روی سیستم های نوروترانسمیتری هستش. خودشون به تنهایی این تاثیر نمیتونن باعث برطرف کردن علائم افسردگی بشن، ولی در اثر مصرف مداوم این تاثیر اولیه منجر به یک سری تغییرات بعدی طولانی مدت در سیستم عصبی مرکزی خواهد شد که میتونه منجر به برطرف شدن علائم بشه که همون جور که قبلا هم اشاره کردم اون تاثیرات نهایی یا تارگت نهایی داروهای ضد افسردگی در سیستم عصبی مرکزی هنوز شناخته شده نیستش. به هر حال داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مصرفشون در افراد افسرده میتونه دو علامت اصلی افسردگی رو که قبلا خدمتون نام بردیم در واقع بهبود بده، هم باعث بهتر شدن مود، بالا رفتن مود یا خلق و خوی بیمار میشه و همون علاقه مندی و لذت در فعالیت ها که از بین رفته بود مجدداً برمیگرده. این تاثیر مثبت داروهای ضد افسردگی اساساً بر روی افراد افسرده هستش. اینکه در افراد نرمال، یعنی افرادی که تشخیص افسردگی براشون داده نشده، ولی کلن ممکنه یه فردی از نظر شخصیتی خلق و خویی خیلی آدم شادی نباشه ولی به عنوان فرد افسرده هم شناخته نشه. مصرف داروهای ضد افسردگی در چنین افرادی باعث بالا رفتن خلق و خوی نمیشه. چنین تأثیر رو در افراد نرمال داروهای ضد افسردگی ندارن و افراد نرمال تنها عوارض جانبی این دستجات دارویی رو تجربه میکنن، یعنی حالتهای خواب‌آلودگی و خستگی ممکنه در فرد نرمال اتفاق بیفته. پس فقط اثر مفیدشون رو افراد افسرده هست. و ما بپردازیم به عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای.
در کل داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای جزو دستجات دارویی هستش که از طیف عوارض جانبی گسترده‌ای برخوردار هستند که به دلیل این هست که دو تا سیستم نوروترانسمیتری رو دارن تحت تاثیر قرار میدن، یعنی هم روی سیستم نورادرنرژیک و هم روی سیستم سروتونرژیک دارن تاثیر میکنن و علاوه بر این دو سیستم نوروترانسمیتری یک سری تأثیرات مستقیم رسپتوری هم بر روی سایر سیستم ها ممکنه داشته باشن که باعث میشه که عوارض جانبیشون گسترده بشه. از جمله عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای اثرات آنتیکولینرژیکی اونها هست که جزو اثرات مستقیم رسپتوری اونها هست، به این معنی که داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای میتونن به رسپتورهای موسکارینی که استیلکولین به عنوان آنتاگونیست متصل بشن جلوی اثرات استیلکولین رو بگیرن و بنابراین در مصرف داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای عوارض آنتیکولینرژیکی مثل کانسیپیشن، تاری دید، احتباس ادرار، خشکی دهان و اختلالات حافظه ای رو ما میتونیم داشته باشیم. داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای همچنین دارای اثرات آنتی هیستامینیک هستند، به این معنی که بر روی رسپتور H1 هیستامین به عنوان آنتاگونیست میتونن متصل بشن جلوی اثرات هیستامین رو بگیرن و از این طریق از عوارضی که میتونن ایجاد کنن ایجاد سدیشن یا خوابالودگی و افزایش وزن هستش. از دیگر اثرات رسپتوری داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای اثرات آلفا وان بلاکری هستش که میتونن با اتصال به رسپتور آلفا یک به عنوان آنتاگونیست جلوی اثرات اپینفرین و نور اپینفرین رو بگیرن و به این طریق میتونن عوارضی ایجاد کنن مثل پوستورال هایپوتنشن، افت فشار خون وضعیتی و سدیشن. بنابراین در این اسلاید یک سری افسرات مستقیم رسپتوری داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای رو ما نام بردیم و نکته قابل توجه در اینجا این خواهد بود که این افسرات رسپتوری داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای سریع ظاهر میشه، یعنی با همون اولین دوزی که بیمار مصرف میکنه ما میتونیم شاهد این اثرات باشیم، در حالی که اثرات درمانی دارو نیاز به مدت زمان داره، حداقل باید 2 هفته بیمار مصرف کنه داروها رو تا اولین اثرات بهبودی ظاهر بشه و این در حالتی هستش که ما عوارض جانبی زودتر شروع شده، یعنی بیمار اول عوارض جانبی رو داره تجربه میکنه و بعد اثرات درمانی رو و به همین دلیل در موقع تجویز این داروها آموزش به بیمار از این جنبه حائز اهمیت هستش که بروز عوارض جانبی قبل از اثرات درمانی منجر به قطع ادامه مصرف دارو نشود. از عوارض دیگه داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای میتونیم به اثرات قلبی اونها اشاره بکنیم که میتونن روی هدایت الکتریکی قلب تاثیر بگذارن، جزو داروهای کاردیو تاکسیک هستن، با سمیت قلبی میتونن خطرناک باشن. عارضه دیگه اونها سکچوال دیسفانکشن یا اختلال در عملکرد جنسی هست که در واقع تمام دستجات دارویی ضد افسردگی میتونن این اثرات سکچوال دیسفانکشن رو به شکل‌های مختلفی ایجاد بکنن و از نظر درصد شیوع این عارضه بین دستجات داروهای آنتی دپرسان تفاوت‌هایی وجود داره که شایع‌ترین این عارضه ها رو در گروه SSRIs میتونیم ببینیم. از عوارض دیگه داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای بر روی سیستم عصبی مرکزی خوابالودگی، ترمور، سیجر، باید این اشاره رو داشته باشیم که داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای میتونن آستانه تشنج رو پایین بیارن، جزء داروهای تشنج‌زا هستن،
هرچند که خب در افراد نرمال هم میتونن این حالت رو به وجود بیارن، یعنی کسانی که سابقه سیجر نداشتن، کسانی که دچار اپیلپسی نیستن، در اونها هم احتمال تشنج زایی وجود داره، ولی خب با درصد پایین تری اتفاق میفته. بدون شک کسانی که دچار اپیلپسی هستند به این عارضه حساس تر هستند و یکی از موارد منع مصرف داروهای ترایسیکلیک در کسانی هستند که دچار اپیلپسی هستند. از عوارض دیگه داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای دلیریوم هست و همچنین اگر داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای در افراد بایپولار در فاز افسردگی استفاده بشن میتونه حالتهای منیک اونها رو به جلو بندازه، که البته این مسئله در مورد سایر دستجات داروهای ضد افسردگی هم وجود داره. یعنی کلن در افراد بایپولار در فاز افسردگی ما از داروهای ضد افسردگی به تنهایی استفاده نمی کنیم، چون میتونه حالتهای منیکشون رو جلو بندازه. داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای جزو داروهایی هستند که تراپیوتیک ایندکسشون پایینه، اندکس درمانی پایین دارن، یعنی فاصله دوز درمانی با دوز سمیشون بسیار نزدیکه و به راحتی با تغییر دوزش فرد میتونه دچار مسمومیت بشه و در مسمومیت و اووردوزشون داروهای خطرناکی هستن که با ایست قلبی میتونن منجر به مرگ بیمار بشن. از تداخلات دارویی داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای میتونیم به تداخلشون با داروهای ماو اینهیبیتورز یا داروهای سیمپاتومیمتیک نام ببریم که در صورت مصرف داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای با هر کدوم از این دستجات دارویی به صورت همزمان میتونه منجر به بحرانهای فشار خون یا هایپرتنسیو کرایسیس بشه. و سوالی که دارم که شما به اون پاسخ خواهید داد اینه که این تداخل با چه مکانیزمی صورت میگیره، یعنی چگونه داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای با هر کدوم از این داروها میتونن منجر به افزایش فشار خون شدید بشن.